اول جولای 97 این تیمای پاکستان به سمت افغانستان میرفت. افغانستان جایی که اغلب جنگ مرادف با ماجراجویی به نظر من میآمد. میرابدین ترجمان وفادار من حاضر شده بود خطرات جدیدی را بپذیرد. برتران دوستم استاد تاریخ و نماینده سابق پارلمان صدابرداری را به عهده گرفته بود. یک کمره آماتور خریده بودم تا از مزاحمت پلیس پاکستان در امان بمانم. میرابدین گفته بود انشالله و همه چیز را خلاصه کرده بود. بعد از این دور بزرگ در شمال و جنجال هایی که قصه اش طولانی است، ما بر چیز سوار شدیم که به یک تابوت پرنده شباهت داشت و تنها وسیله ای بود که با آن می توانستیم با آخرین قرارگاه مقاومت مسعود یعنی بدره پنجشیر برسیم. بار هشتم به افغانستان سفر می کنم. گرچه با خود عهد کرده بودم که دیگر هرگز به این کشور بر نخواهم گشت، اما با آرزوی دیدن یک کشور آرام و از فرط عشق به مسعود به سختی توانستم به خواندن این عبارت در روزنامه ها بسنده کنم که او در محاصره طالبان و به سردرگمی دچار شد. فیلم ساختن برای من یعنی در چندگانگی زیستن. همیشه عشق داشتم فیلم بسازم، اما اکنون برای تحول کارم نگرانم. برای اولین بار بود که میخواستم از زبان شخص اول حرف بزنم و خود را مورد سوال قرار بدهم. این هم معنای دیگر این سفرم به سوی مسعود، همچنان که به سوی خود من. افغانستان نخست برای من عبارت بوده از هفته های متوالی و روزانه تا 16، 17، 18 ساعت پیاده روی 1000 کیلومتر در ماورای هندوکش، در کولراهای خط سیاهی ما را همراهی میکرد، خون اسبایی که از سنگها زخم برمیداشت، با این کاروان که برای مسعود اسلحه میبرد و یک گروه از دکتران فرانسوی ما از شمال پاکستان گذشته و مخفیانه مرز ممنوع را عبور کرده بودیم. جولای 81 بود و اولین گزارش مستند سینمایی زندگی من. با کمره سوپر 8 و با همکار من ژرم بونه فیلم برداری میکردیم. شامنسور یکی از مجاهدین این گروه همین چند لحظه پیش قربانی یک مین ضد پرسنل شد. این همون مینایی است که با پاراشوت از هلیکوپترهای شوروی به زمین اطراف پرتاب میشد و همرنگ اراضی منطقه میباشد. مردم گروه این مینها را میرن از اثر انفجار آنها معیوب شده میتوانند. در این باره شما چی کاری ساخته است؟ عضو صدمه دیده را قطع میکنیم. بغیر از این راهی نداریم. فکر میکنم خوب است. خوب. اینجا خشک است. اینجا فکر میکنم خوب است. ما کم میگیریم و به تدین میندازیم. این کار پرمخاطره ای بود. دره پنجشیر، 2 جولای 1997. بکس های ما را آوردن؟ بله، تمام بکس ها رسیدن. بله، اینه بازم در پنجشیر هستیم. بله، بعد از یک نیم ساعت پرواز از مزار شریف تا بازارک، تا قریه جنگلک، قریه عامرسر. 3 جولای. دره به درازای 100 کیلومتر امتداد دارد. من بوی آشنای دره و زمان افغانی را که گویی معلق مانده است باز می آورد. سلام علیکم. علیکم. تنها چیز تازه این شفاخانه سیلی به سرخ بین المللی است که از مدت کوتاهی به این طرف در اینجا مستقر شد. خوب هستی؟ بخیر باشی. بخیر؟ عکس. شب را به همراهی مسعود گذراندیم. از 5 سال به این سو او را ندیده بودم. آن روز صبح او به قرارگاه عمومی آمد. 4 جولای. مسعود مصاحبه را خوش ندارد. خواهش کرده بودم تا آنجا باشم و بس.
او پذیرفته. مثل گذشته میتونم هر چرا خواسته باشم، هرگاهی که خواسته باشم فیلم برداری کنم. مسعود 16 سال پیش. امروز طالبان دهانه دره را مورد تهدید قرار دادند. فقط آخرین یاران وفادار مسعود با او ماندند. چرایی دنپر داریم، سنگ خود داریم که بکشن دیگه، از او اضافه هرچی که لازم میبینی نفر در تعداد یک و نیم هزار دو هزار نفر ما نفر برجسته داریم. دو هزار نفر کلی چی دیگه؟ کلی سوی بندی کلی زن و مرد اقدام کرده که با ما سلاوه دیگه، ما دیگه حوصله نیم. این مرد از منطقه زیر اشغال طالبان آمده، اصله همی خواهد و آنجا برمیگردد تا قیام مردم را سازمانی کند. کارم یک جوره بود است، بود است. این بچه کماندان عبدالواحد است که در پراندی در حال بستکاری یک سلا ازش فیلم برداری کرده بود. بله بله، که دستگیر شده بود، که شکنجه شده بود، از زندان کشته شده بود. در زمان جنگ های چریکی بر ضد شوروی ها، پدرش که بستکار مایری بود با دست خالی راکت های عامل بند خوشهایی را که از هلیکوپترهای سقوط داده شده به دست می آمد ترمیم و بستکاری میکرد. این مارت افغان ها در ترمیم و بستکاری بود که در برابر از شوروی مقاومت میکردند. شجاعت آنها بقیه کار را به انجام میرسند. مسعود در 1981 28 ساله بود. عمر را به یاد چه گواره می انداخت. جیروم معتقد بود که مسعود به باب دیلن شباهت دارد. جذابیت و وقار طبیعیش او را به همه دره قبول آنده بود. با عنوان عامر احترامش میکردند، با عنوان انسان دوست بهش میداشتند. دیقانان، پیشوران، دکاندار با او میرفتند تا به جنگجویان، مقاومت کنندگان و مجاهدین مبدل شوند. در ابتدا هیچ چیزی در دسترس آنها نبود و مسعود خودش افراد قلعه آموزش میداد. بیننده ها در غرب از خود میپرسند که چطور یک دره کوچک مثل دره شما با 5000 نفر و 700 قدر سلا میتواند زودترین و مشهورترین اردوی دنیا یعنی اردوی سرخ را به ناکامی مواجه بسازد. اولتر از همه کمک خداوند است. دوم اینکه مجاهدین ما بسیار دلاور هستند. آنها حالا آماده جنگ هستند، کامل هستند. در زبان فرانسه چی میگن کامل هستند؟ آماده هستند. آنها آماده هستند تا جنگ را آغاز کرده و آن را دوام بدهند. همیشه روانم آی با هم دمه دیری نشوم باز یگانم باز یگانم شب ها ز سر میر بگویم و فیسانم او یار فیسانم. شجاعت دیقانان افغان مرا به تحسین داشت. در ری در برابر یک امپراتوری اولین فیلم ما درباره مسعود و جنگ او برای کشورهای غربی بود. اما مسعود تنها مرد جنگ نبود. برای جلوگیری از پناهنده شدن مردم در کشورهای همجوار کمیته های مواد خوراکی را با وجود آورده بود. کمیته های دیگر اداره امور قیمت گذاری، وضع مالیه بر تجارت لاجورد و زمرد، پول و حتی مکاتب را به دوش داشت. همچنان یک محکمه، یک زندان واقعی و یک کمیته استخباراتی وجود داشت. در واقع او همه چیز را سازماندهی کرده بود تا برای یک دوره طولانی جنگ را ادامه داده و جامعه ای را که سعی میشد بر آنها تأمین گردد رد کند. اینچنین بود که صدها هزار نفر به زندگی در اینجا در داخل دره ادامه میدادند. در دره ای که مورد حمله اولین بمباران شوروی قرار گرفته بود. من اینها را دیده و فیلم برداری کرده بودم. مسعود در آنجا در آن قریه بود. بعدتر رفته بود داخل یک سموچ. یک ساعت بعد همه دیده بودند که او در آنجا گیر مانده بود و نمیخواست بیرون بیاید. مسعود با محافظ شانیاز گفته بود که اگر شوروی‌ها خواستن او را دستگیر کنند، بالایش فایل کنند و نگذارد او را زنده بگیرند. اما خوشبختانه شوروی‌ها رفته بودند تا بانویهایشان کمی دورتر در قریه آستانه عقب نشینی کنند. بعد این ترتیب مسعود نجات یافته بود. دیدی که بالا زیر فرم برداری بسیار تفاوت دارد. لعنت بسیار جدی است. دیگر گفت مزاق نیست. ای اساسی ری کمره است. اگر مور طرف تو بچرخانم تو همین موقعیت پیدا میکنی.
فنبرداری کردن و طبیعی جلوه دادن کار آسان نیست. نفهمم. میخوایی با تو بیایم تا گندم دره را فنبرداری کنیم؟ خوب. پس بریم و گندم دره را فنبرداری کنیم. مهرآبادی نقبه جانب است. خوشیم میاد که خدمنا را فیلم برداری کنم. همچنان میل دارم مکاتب را فیلم برداری کنم. در کابل به طبق قانون طالبا مکاتب برای زنا بسته است. اینجا بچه ها و دخترها با هم درس میخوانند. اما در دهات مثل پایتخت زنا خود از نگاه بیگانه میپوشانند. یادت میاد در سال 84 همه چیز نابود شده بود. درخت ها توته و پارچه شده بود. تانک گل پایکر دشمن. تانک خال دشمن کفر. این تصاویر را کبیر و سید فنبرداری کردند. در جریان فیلمبرداری هر دویشون به طور شهید زخمی شده بود. سعید یک پناهنده جوان افغان در فرانسه بود که مسعود با دیدن اولین فیلم های من شناخته بود. ۱۹۴ صدها کیلومتر به ایران است. جنرال های شوروی که مصمم بودند کار مسعود را تمام کنند از امکانات بزرگ استفاده کرده بودند. 15 روز تمام بدون وقفه بمب‌افکن های آنها ده ها تن بمب را به اینجا ریخته بودند. 24 ساعت پیش از شروع عملیات مسعود که به وسیله استخبارات خود از موضوع باخبر شده بود امر تخلیه تمام دبیرها داده بود. معجزه بود. حتی یک نفر هم تلف نشده بود. این تصاویر ناشیانه که بار دیگر با کمره سوپر 8 فیلم برداری شده بود یگانه تصاویری بود که از وسط خرابی ها شهادت می دهد. چقدر از جنگ با عنوان نمایش فاصله داشتیم. من مسعود و امرانش را در کوه ها دوباره یافته بودم. همه در سموچ های حاکم بر قریه های ویران شده پنهان شده بودند و بدون اینکه تسلیم شوند به اعتقادشان به پیروزی ادامه می دادند. در این نبرد نابرابر خدا یگانه متحد آنها به نظر می رسد. مسعود می رفت تا با موفقیت غیر ممکن دست یابد و گروه های شمال شرق افغانستان را جلب و با خود متحد کند. مسعود می رفت تا با افسانه بپیوندد. افسانه قماندان مسعودی که می رفت تا بعدها به شیر پنشیر معروف شد. ششم جولای سلوی او شناختمش. سلام علیکم.
یامو پیرمردی است که چند وقت پیش فیلم برداری کرده بودی. مالاسپا، تانک روسی. دوستم کاکا اصغر. کاکا اصغر، مدن از در شد نور فیلم برداری کرده بودم. چند ماه بعد از آن که امری باور نکردنی خروج ارتش شوروی از افغانستان به حقیقت پیوسته بود. مانند هم افغانا چقدر او به این پیروزی افتخار میکرد. تون روز پامبی دستی دفرقش زدم. نه یادم های سرسخته که میدانند بر همه چیز بخندن دوست داشتیم. خودت معلومه شما رو چه سایی تو چی رقم هم؟ سینه که میزنه دلت روشن میزادن سرسب در زین میوش خودی در سایه شش دایی همچه رو نایی بگی شکسته با چیشه اش میره دو دفع خوانده خود منان تو چی میگه نشده نید شب است و چشم ما همه است و چشم انتظارها بمیدیم تو معنی یه چی فهمه باست شب است و چشم ما همه تو چشم انتظارها ستاره می کند بشب یگان یگان شمارها خوان میده معنیشه اصل مطلب چیست؟ ستاره می کند به شب یگان یگان شمارها ز عشق چسته دامنم ز آه پر ز سوز و در نشسته بسترم چونین به دامن شرارها عذب گوهر شود اگر به آب همتم رسد چو باغ پر درخت که در حلول نوبهارها انانه وقتی که مگه که چیز است چنم داره امی قطره باران برد درون صدف با گوهر تبدیل میشه مگه همت ما قدر بلند است که اگه می خذف یک چیزی به مقدارم به همت ما نزدیک شوه مثل عزیز خذف مثل عزیز که آمو گوهر میشه یعنی ما قدر آدم با همت هستم که دیگه با وجود قدر غم ها و ایدگاه هرچی که غم است با موضوع تأثیر نداره مثل چی واره؟ چغاب چوباغ فردره که در حلول نوبهارها شب است تو چشم ما همه تو چشم انتظارها ستاره می کند به شب یگان یگان شمارها این نشانه ایوان است که امیدی هست که در آینده روشنی پیدا خواهد شد شعر بسیار طولانی است بعدتر برای ترجمه خواهد کردم مسعود بسیار شعر میخونه؟ وقتی کتاب خوانده داره؟ بنگارد روز پیشتر شما در قرارگاه پاکستانی ها چند پاکستانی؟ بنگارد پریشب شما دقیق گزارش شمیز که نزدیک مرکز امکومنده مرکزه در محل اتاق محل قومنده رادار خورده 24 پاکستانی است 16 پاکستانی کشته شده که در جمله‌اش یک نفر به نام مجر طارق است.
نگه کسی میگه کشته شده، کسی میگه زخمی است، میجر تاریخی ده گپ دقیق است. بمبارد امروز بمبارد امروز ده خط فرسته نخورده، از خط دور خورده. 8 جولای تمامی خلیه های پنشیر در انتظار ماندند. احساس عجیبی است، همه چیز کند و راکت به نظر می رسد. دشت های شمالی دهان سوی تنگه دهانه دره اشاره طالبا دائمی شده. پنشیری های خط اول با جنگ های بسیار شدید درو برستند. یک تعداد زیادی از مجاهدین در اثر فیل توپ و آوان زخمی شدند و یک تعداد زیادی مردم قریه هم صدمه دیدند. امروز صبح مسعود به خط جبه رفته. پنشیر هنگامی که طالبان میخواستند کار مسعود را اقرار کنند، دهانه دره به محل درگیری های شدیدی مبدل شده بود. برای متوقف کردن آنها مسعود تنگی ها را منفجر کرده، در اینجا فقط پیاده میتوان رفت آمد کرد. کارگران ساختمانی مشغول ترمیم آن هستند. در صورت حمله لاری ها اسلحه و مهمات را انتقال خواهند کرد، اما کی هیچ کس نمیداند. از دشتی که در آن خط جبه مستقر است با وسایل معقلی دنبال ما آمدند. همه چیز به سرعت خطرناک شده می رود، اما هیچ چیز تماشایی نیست. آتش قوی شد خدمت بالای سالم روز تفا تکار تفا نیست شده او تفا را ما فکر میکنیم که 2-3 هزار تو بشت و دو ببرن. میرابودین، در اینجا ما بدون وعده قبلی به یک قلعه رسیده ایم و مردم قلعه را میبینیم که برای مسعود و مجاهدین نان میرن. من همه ترست قلعه در جریان جنگ تخلیه شده بود. حالی چند روز میشه که مردم دوباره به اینجا برگشتند و با وجود جنگ مردم در اینجا باقی میمونند؟ بله، مردم حالی به قریه خود برگشتند. با وجودی که در چند کیلومتری، در 5 کیلومتری اینجا جنگ ادامه داره؟ بله، در شمال ما در 4 کیلومتری خط جبه و موازه طالبا قرار داریم. دیگه در منطقه‌ای که پایگاه منظم تر از سوده وجود داره مثل پنشیر رو بازه پایگاه دیگه نیسه هایی که دیگه مجاهدین تازه پایین شدن دیگه فقط چند رتبه داری که مجاهد و سرگروه و قمانده هم سه تقسیم هست دار همون ترتیب است نیست؟ مجاهد سرگروه و قمانده خدا بخواه منطقه دوباره که پیش بره با دوباره برشان تشکیلات نظامی منظم بکنه اگه بریم سی دیگه کار باشه.
سلاح به جای مجاهدین هستن. از این کور شروع به می ترتیب سرسری پشته تا یک قسمت پشته دشمن است. امروز مسعود بسیار نارام است. بله از امروز صبح بیتنه. مسعود را اولی نبردهای زیادی را به دست خود داشته. مانند این نبردی که ما در سال 1987 برداری کردیم با کماندان فنا، یکی از امران وفادارش که اکنون مانند بسیار کسان دیگر کشته شده. فنا یکی از آنهایی بود که ما میشناختیم. خوش داشت شطرنج بازی کنه و فکری بگه. خنده هایش هنوز هم به یادم است. آره دوباره از خط جبه جای دیگه میره؟ بله یک دیدار عاجل از موازی جنگ در نسیگی های ما بود. آره ما دوباره بر میگردیم. از اینجا باید به سرعت پس بگردیم زیرا در تیر رس قرار داریم. باید برگردیم زیرا بسیار به آنها نزدیک شدیم. از آنتر در باره وضع صحبت خواهد شد. مسعود فرمانده های گروپ ها را نزد خود احضار کرده. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم وكان بالمؤمنين رحيما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا پیش از اینکه دشمن خود بتانه دوباره تنظیم کنه دیگه پای پراگنده خود انسجام ببخشه و در فکر کدام کار باشه دیگه خدا توفیق نصیب کنم ما و شما بتانیم دشمن از ضربه محکمی بزنیم حالتی را به وجود بیاریم که اولا دشمن را دیگه خدا توفیق داد بتانیم که دوباره نابود کنیم قوتای خود دوباره در کابل بخریم و در صورت کمی به یک قدم پایین ترترش حداقل دشمن به این متقاعد بسازیم که جنگ رای حل در افغانستان است و دشمن به این متقاعد شود که بیا سر میز مذاکره بشینه دست از جنگ بکشه و پاکستان و باقی کشورهایی داریم که در عقبش هستن به این نتیجه برسن که دیگه جنگ رای حل در افغانستان است با جنگ نمیتونن هیچ چیزی را حل کنن و به این ترتیب زمینه از این مساعد شده که جلو جنگ و خونریزی در افغانستان گرفته شد چند نکته مثبت است اول یک افکار مردم کلن آمان است وقتی که بسطها موسفید بخواهد که صلاح بگیره در برابر طالب بجنگه بسطها زن و مرد آدم آماده باشه باور کنه که در دوران روسی قدر آماده حمله به زودی در نظر است ما تنها شاهدان حاضر در صحنه هستیم روز به روز تدارکات فیلم برداری میکنیم که بسیار طولانی کند و با مشکل محسوس است انتقال مهمات برای بازم کشتن زخمی کردن ادامه دارد قماندان ها میگن مهمات کافی نیست در 4 کیلومتری موازی طالبان همه دست به کار شدند ترک دوباره ترمیم شده هیچ کس نمیداند کی و از کجا حمله آغاز خواهد شد یک روز میگویند پلان حمله هست شده روز دیگر میگن به تعویق افتاده تصمیم فقط به دست مسئول است پای هم کار میکند با نداشتن یک جایگزین شایسته مجبور است همه چیز خودش انجام بده میخواهد کابل پس بگیره کابل میوه زهرآلوده ای که با وجود خطرهایش اشتهاور است 16 جولای
منتظر موتر سیم تا ما را به محل اختفای ببرد که از اینجا مسعود عمله را آغاز خواهد کرد. سلامتون که دیدم این سو. میرا و میبینم که نامه من از جیب خود بیرون میاد. شاید حالی وقتش نباشه. میگه خدا کنه که بعد افت برسی که بخیر یک روز بازت بر تاری سرها بتوانی بیای اینجا. خوش پیز بینی های که من خشم توریست بیم. بله به عنوان توریست با فرزندان در اطراف ما مردان نارام معلوم میشن. مسعود با آرامی خاطری از جنگ بر ضد شوروی ها را قصه میکنه. بالاتر چشمه سوی چشمه را بخواد چشمه کس خیلی نه تپره بالا شما به چی چشمه کجا؟ یک کمی بالا است دفتیم بالا کرد چشمه کجا بالا است تا سوزش شروع شد خلاصه نزدیک نماز صبح اون رو فرقای که رسیده من اونجا یک چشمه پیدا شد از چندین روز متوالی به این طرف هزاران تن مجاهد در دشت منتظر اشاره حمله هستند تا با جنگ طالبان بروند. نامه ما چه حمله داد؟ دستگاه رادیوی مسعود در کلای کوهی حاکم بر دره شمالی هر لحظه ممکن است حمله آغاز شود. صبح وقت بیارشان؟ یاید به خودت امروزشان دیاب دیگه در کجای بنگیستن؟ عبدالله جولای 1997 ساعت 5 صبح است. مسعود روی سنگ در خواب است. پیشایی میکنیم و منتظر نتیجه از این طرف هستیم. طبق اطلاعات اونا میخوان با احتیاط حرکت کنن. قبل از پیشروی منتظر نتیجه هستیم. ایزان پون مونیسیون مهمات مجاهدین کم است.
یکی از مشکلات ما مشکلات مهمات است که به دلیل عدم کفایت هم دو روز عملیات پسند داشتیم. برای اقتصاد تا حد اقل از توپ استفاده میکنیم. هدف اول ما گرفتن تمام عیسای سبزرنگ است. در قدم اول به طرف سرک پیشوی نمی کنیم. هدف ما پس گرفتن عیسای سبز است. بعد از تصرفی این آیه می توانیم رای دشمن از پیش سر از این طرف و در جنوب از این طرف قطع و بعد از او حمله اصلی شروع کنیم. فیلن فقط جنگ در سایه سبز است. دشمن دیر روز در تعرض خود تلفات داشت. تلفات زیاد دارد، تلفات زیاد دارد. روی هم رفته و از این طرف هم خوب است. جد و قابل تشویش زیاد نیست. فقط مشکل مرمی راکت و کرشنکوف دارن. مرمی راکت کرشنکوف پیکر من روان کردم. دمی دو قسمت شما کاری کنه میتونین؟ زنده باشه. یعنی میره کمک تعهد که باشه انشالله تو که باشه آف میشه. من برات پولم روان میکنم. مرمی مهمات چیزی که کار داری روان برات روان میکنم. گروه سنتونه یکی دریزر احتیاط، یک گروه تخت، یک گروه دیگه به حمله خواه میدیم. افراد مسئول 40 کیلومتر از طالبا پس گرفته دهانه دری پنشیر باز شده. فیرای توپ چند لحظه پیش از این منطقه بود. تعداد زیادی از استقامات طالبا تا این رسوم اینجا وجود داشت. یک روز پیش عبور از این منطقه غیر ممکن بود. چرا که بسیار امکان داره سر تا سر کشتار من پشت کرده باشه. اوهو اینجا خیلی کلم کوچک های مرمی دیدی؟ کماندان ها برای پیشوی آماده میشن. میگن که طالبان در 10 کیلومتری برای مانع شدن آنها فیرای تدافعی انجام میتن. با بسیاران تصمیم گرفتیم که صحنه معارضه را فیلمبرداری نکنیم. ژورنالیست های خبری از را میرسن و با قبول خطرات فیلمگیری صحنه پس گرفتنی کامل. من بعدتر برخواهم گشت تا سرانجام از آرامش فیلمبرداری کنم. نزدیکای صبح مسعود فرماندهان را در صحنه ولایت گرد آورد.
این هم بیرق طالبان که مهرآبدین به خواهش من از آلمانی بیرون کرده. روشنایی کافی نبود، همان طور که توانستیم فیلم گرفتیم. قبل از اون که وزارت را به همه برادران تبریک است میکنم. ما خداوند بسیار سپاسگزار هستیم. همه ما شما بسیار سپاسگزار باشیم که خداوند باز یک بار دیگر سر ما و شما لطف کرد، مرحمت کرد. یه دشمن بسیار خطرناک در همچکستان. حالا ما و شما ای توفیق نصیب کرد که بازم مسیر خدمت به اسلام، به وطن خود، به مردم خود شدیم. همی که وطن خود از چنگال یک مردم ظالم خدا ناترس مفسد آزاد میکنن، مردم ما در فضای آزاد میتونه زندگی بکنه. از این که به نعمت بالا
چشم و چراغ افغان ستانی، مسعود افغان به طرز جانی، مسعود عالم درد و جهانی، نامت مبارک نامت مبارک. این ملک آزاد در باور تو آزاد گردید از لشکر تو، احمد نشست در سنگر تو، خدا یارش با خدا یارش با خدا محمد رستگارش با خدا یارش با خدا یارش با.